الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه مجموعة الاهتداء أما بعد خدمة همي شما بين النجان النجان عزيز السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته باز هم توفیق خداوند تبارک و در خدمت شما و در برنامه سلسله درس های اون که هر مسلمان باید بداند قرار داریم یکی دیگر از جمله موضوعات مهمی که مسلمان باید بداند بعض. ممنوعاتی است یعنی بعضی مسائلی است که برای زن که عادت ماهوار دارد یا برای مرد جنوب از آن منع شده است یعنی در شریعت برای اینها اجازه نیست انجام آن اعمال مثلا زن در عادت ماهوار قرار دارد یا مرد جنوب است فرق نمی کند یا زن جنوب است چی مرد است چی زن باشد اگر جنوب باشد و یا زن به خصوص در عادت ماهوار از انجام بعض مسائل باید خودداری کند یک از جمله ادای نمازهای پنجگانه ادای نمازهای پنجگانه برای زنی که عادت محبار شروع می شود من است و الله تبارک و تعالی به لطف و کرم و مهربانی که دارد بر این قشر عظیم و بزرگ حتی دوباره قضایی هم ندارد یعنی زنی که عادت ماهوارش رخ میداد و در این مدت ده روز که یعنی تقریبا پینجا وقت نماز ازش قضا می شود برای قضای این هم لازم نیست که ایرق دوباره قضا بیاورد و خانده هم نمیتواند در ای اوقات و این قضیه برای مرد جنوب باز هم قضایی دارد و هم مجبور و مکلف است مرد که باید غسل بکند و نماز را بخواند نگذارد که نماز قضا بشود اما در حالت جنابت نماز خوانده نمیتواند انسان تا وقتی که غسل نکند و پاک نشود چرا یکی از شروط انجام عبادت تهارت و پاکیزگی هست و مسئله دوم که برای زنان در وقت عادت ماهبار ممنوع هست انجام دادنش روزه گرفتن هست چی روزه نفلی و چی روزه فرض در وقتی که عادت ماهوار دارند در آن وقت ولو اگر در ماه مبارک رمضان هم باشد برای اینها خوردن روزه لازم و ضروری است و روزه اینها قابل قبول نیست اما یک فرق با نماز دارد نماز زنان که در عادت ماهبار اگر نمازشان قضا می شود اون نماز غذایی ندارد اما روزه ماه مبارک رمضان اگر در وقت عادت ماهوار در وقت صورت میگیرد که در ماه مبارک رمضان هست و تعداد از روزها را خواهران و به خاطر مشکلی که دارن می این روزه قضایی دارد و باید ایرا مکلفن مجبورن که قضا بیاورند به همان اندازه روزهایی که خوردن و مسئله سوم تلاوت قرآن یا خواندن قرآن هست پیامبر محبوب من صلی الله علیه و سلم کسی که در حالت عادت باشد یا جنوب باشد برای این شخص خواندن قرآن درست نیست لمس کردن قرآن گرفتن قرآن برایش درست نیست در اینجا هم نه تنها مرد زنان بلکه از مردان اگر جنوب باشند برای اونها هم درست نیست برای زنانی که در عادت محبار قرار دارند برای اونها هم اما بعضی از کار دیگری برای اینها اجازه هست یا مثلا اگر زن استاد قرآن باشد و مجبور و مکلف باشد که باید درس بدهد برای اون در صورتی که دستش با قرآن نخورد لمس نکند قرآن را کلمه کلمه اگر درس بدهد برایش فقا میگن اشکال ندارد و یا بعضی از کار دیگری مثل لا اله الا الله یا دعاهایی که در قرآن وارد شده اونها را اگر به صورت دعا دعا میکند در این وقت ایام عادت محوار یا مرد در حالت جنابت برای اون مشکلی ندارد یعنی این به این معنی نیست که زن در وقت عادت ماهبار کاملا ارتباطش را از الله قطع کند و نه ذکر نه تسبیح نه تحلیل به هیچ کدام عملی دیگری نپردازد و یا مرد در وقت ایام جنابت بگه دیگه من حالا خلاص خاطر که جنوب هستم نه ذکر میکنم نه تسبیح نه تحلیل یعنی برای اینها مثلا از مثل لا اله الا الله الحمدلله سبحان الله گفتنش مشکلی ندارد و برای اینها دعاها مثل ربنا آتینا اگر بخوانن کدام مانعی شرعی وجود ندارد و همچنان یکی دیگر از جمله مسائلی که در وقت عادت محبار برای زنها ممنوع است تواف خانه کعبه هست تواف اگر در وقت عمره یا در حج قرار دارن در این وقت تواف کرده نمیتوانند. قضیه دیگر و مسئله دیگر که ممنوع است برای ها داخل شدن به مسجد در وقت عادت محبار یا مرد باشد در حالت جنابت داخل شدن به مسجد پیامبر صلی الله علیه وسلم از این ممنوع قرار دادن تا وقتی که قصل کند و پاک شود اگر جنوب باشد از جنابت و اگر عادت ماهبار داشته باشد از عادت ماهبارش پاک بشود و غسل کند که باز بعدا همه این مثالی که بیان شد برایش انجام اونها و یا تلاوت قرآن و یا خواندن اینها کدام مشکلی ندارد تا برنامه بعدی که در خدمت شما قرار میگیریم همه شما را به الله پاک و بینیاز السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته